من تواضع فی الدنیا لاخوانه، کسی که در دنیا برای برادراش تواضع کنه، فهو عند الله من الصدیقین و من شیعت علی ابن ابی طالب حقا. اینا شیعه حقیقی هم. این داستان رو امام حسن عسکری علیه السلام بیان میکنن، میخوان بچه شیعه ها رو بسپرن به دوران غیبت رو، غیبت و بالاخره امام مستقیم بالای سرشون نیست. ببینید چه سفارش هایی دارن. میفرماد و لقد ورد علی امیر المؤمنین، وارد شدن بر امیر المؤمنین دو مهمان، یه پدر و پسر. فقام الیهما، حضرت بلند شد اینا رو نشوند، دستور غذا دادن، غذا آوردن، قنبرم بود خدمت میکردن. بعد از اینکه غذاشون رو خوردن، فجاء قنبر به تستن، همون تشت که ما میگیم، و ابریق خشبن، و یک در واقع ظرف آبی که حالا چوبی هم بود، قدیما رسم بود دیگه، همون سر سفره از باب اکرام مهمان آب میریختن، دستشون رو میشستن چون با دست هم غذا میخوردن. فوسب امیر المؤمنین علیه السلام و اخذ الابریق، تا دیدن قنبر ابریق رو آورد، حضرت از جا جستن، بلند شدن رفتن اونو گرفتن که وقت قنبر نریزه خودشون بریزن. حالا مهمان هم با معرفت بود، فتمرق الرجل فی التراب، یه دفعه این مرد خودش انداخت رو خاک، گفت آقا شما بخوای آب بریزی رو دست من، خدا داره نگاه میکنه، علی آب بریزی رو دست من. حضرت فرمود اقعد، بشین سر جا، وقصل دستتو بشور، فان الله عز و جل یراک، چه اشکال داره، خدا داره تو رو میبینه، و اخوک الذی لا یمیز منک و یا ولا یتفضل علیک یخدمک، و خدا داره میبینه برادرت که از تو هیچ برتری نداره داره به تو خدمت میکنه، چه اشکالی داره. اینا اینجوری انا امام الائمه این گونه است. فقط در رجل نشست، فقال له علی علیه السلام، حالا حضرت میخواد آب بریزه رو دستش، این دیگه هدیه ویژه امام حسن عسکری علیه السلام از این قصه برای شما، ایشون میخواد آب بریزه امیرالمومنین رو دست او و او میخواد دستو بشوره، خودش انداخت رو خاک، گفت نه حضرت هم نخیر، بشین سر جات، من ثوابشو دارم میبرم، هیچ اشکال نداره. حضرت فرمود قبل از اینکه آب بریزه، اقسمت علیک بعظم حقی الذی عرفته، قسمت میدم به چی؟ به اون حق امامتی که از من قبول داری که به خاطرش تواضع کردی، قسمت میدم. قسمش میدی یا حضرت برای چی؟ یا امیرالمؤمنین، لما غسلت مطمئنن کما کنت تغسل لو کان الصاب علیک قنبر، همونجور راحت بشینی دستتو بشوری انگار قنبر داره رو دستت آب میریزه. قسمت میدم تو تواضع کردی، گفتی یا امیرالمومنین شما اینا حق منو میشناسی، من به این حق قسمت میدم، راحت باش، بذار من آب بریزم دست، بذار من آب بریزم دست. انگار طرف خجالت میکشته، میخواست حالا یه ذره مثلا دستشو بگیره زیر آب که امتثال امر کرده باشه. امیرالمومنین به ایشون میفرماد که تو فکر کن قنبر داره میریزه، راحت بشین، بذار من کارمو انجام بدم. بعد امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید چی؟ فمن تبع علیاً علی ذلک فهو شیعی حقا، کسی که اینجوری از علی تبعیت بکنه این شیعه حقیقیه. خدایا به ما توفیق خدمت به برادران دینیمون عنایت بفرما.